آیله هایی که نیت فرزنددار شدن را دارند، وقتی خبری آمدن مهمانی نو در زندگی خود را می فهمند، هیجان زده و خرسند می شوند و می دانند که نگاه و بینی یک کودک کار مشکل است. اما وقتی که والدین آن کودک خودشان کودک باشند، شرایط فرق خواهد کرد و این امر عجیب و حیرت انگیز است. به کانال ما خوش آمدید. امروز درباره کودکان می گوییم که به طور باور نکردنی پدر و مادر شدند. خوب، از شماره 7 شروع می کنیم. لینا مدینا، این دختر 5 ساله جوانترین مادر دنیاست که کودکش را سالم به دنیا آورده است. او در شهر لیما در کشور پراو زندگی میکرد. وقتی پدر و مادری او متوجه کلان شدن شکمش شدند، از آن ترسیدند که او سرطان دارد. او را به بیمارخانه بردند. دکتری که او را معاینه میکرد به نتیجه معاینات خودش باور نکرده، متخصص دیگری را دعوت کرد و بالاخره معلوم شد که لینا 5 ساله 7 ماهه باردار است. این خبر زود پخش شد و همه کنجکاو بودند که پدر کودک را بشناسند، اما این هیچگاه فهمیده نشد. لینا پسرش را با راه جراحی برش قیصری به دنیا آورد. در 5 سالگیش به کودکش گفتند که لینا اپای اوست و وقتی 10 ساله شد حقیقت را به او گفتند. جالب آن بود که لینا بازی با لختکایش را بیشتر از بازی با پسرش دوست می داشت. بعد از چند سال لینا ازدواج کرد و دوباره فرزنددار شد و حالا با همسرش زندگی خوبی دارد. شماره 6، شری جانسون. وقتی شری جانسون 10 ساله بود، با مادرش گفت که باردار است. پدر او یک ملای کلیسا بود و این موضوع میتوانست آبروی او و کلیسا را بریزاند. به همین خاطر مادر با دختر صحبت کرده از او خواست که با پدر کودک ازدواج کند. در دادگاه با سبب بسته شدن این پرونده که به ضرر کلیسا بود، رضایت شری را نگرفته اجازه دادند که او با آن مرد کلانسال ازدواج کند. شری در سن 10 سالگی دخترش را به دنیا آورد و در 11 سالگی با آن مرد کلانسال ازدواج کرد. پس از ازدواج 8 فرزند دیگر به دنیا آورد، اما از زندگی با آن مرد خسته شده طلاق گرفت و جدا شد. شماره 5، تایلر بارکر. وقتی خبری پدر شدن یک پسرک 13 ساله با نام الفی پادل در روزنامه ها پخش شد، همه حیرت زده شدند. مادر این کودک هم دختری 13 ساله با نام شانتل استدلن بود که دختری با نام میزی را به دنیا آورد. الفی و خانواده‌اش تصمیم گرفته بودند که سرپرستی کودک را به عهده گرفته از او نگهداری کنند. اما مدت پس معلوم شد که الفی پدری کودک نبوده است و خانواده‌اش فکر میکردند که این همه مکر و حیله خانواده شانتل است، چون که چند پسر دیگر اعتراف کردند که با شانتل رابطه داشتند و ممکن است که آنها پدری کودک باشند. در آخر معلوم شد که تایلر برکری 15 ساله پدری کودک است و وقتی آزمایش دی این ای سپاریدن و جوابش مثبت برآمد، او گریه کرد و اعتراف کرد که هنگام مستی با شانتل رابطه داشته است و این کار را اشتباه بزرگترین زندگیش نامید. شماره 4، شان استوارد. او 11 ساله بود که دختری همسایه 15 ساله اش باردار شد. او شبانه پنهانی به خانه ایما می رفته است. کم کم حالت ایما بد شده، می فهمد که باردار است. پسر آنها بن لوئیس یک روز پیش از روز زادروز 12 سالگی پدرش به دنیا می آید. کودک سالم بود، اما مشکلات پدر و مادرش شروع شد. اما تحصیلش را دوام می دهد و با شخص دیگر ازدواج کرده صاحبی فرزند می شود و شان هم درس و مکتب را پرتفته به سفرهای گوناگون می رود و در چند سال یک بار فرزندش را می بیند. شماره 3، اپریل و بیستر و نیتن فیشبورن. اپریل و دوستش نیتن 15 ساله بودند که باردار شد. آنها در مکتب یک جای درس می خوندند و یک روز قبل از زادروز 14 سالگیش فهمید که باردار شده است. کودک آنها با راه جراحی برش قیصری به دنیا آمد. کودک را 11 روز در تولدخانه منع کردند و یک جراحی در معده‌اش گذاراندند و سپس صحت و سلامت به خانه بردند. هرچند نیتن حالا نابالغ بود، اما از پدر شدنش خیلی خوشحال بود. خانواده هر دوی آنها از این خبر ناگهانی حیران بودند، اما بالاخره کودک را با آغوش باز پذیرفتند. شماره 2، پریسا میدلتن. پریسا وقتی 12 ساله بود توسط برادرش مورد تجاوز قرار گرفت و باردار شد. این خبر آیله آنها را در حالت شوک قرار داده بود و بالاخره از طریق قانونی برادرش جیسون دستگیر شده به 4 سال زندان نابالغان محکوم شد. این موضوع برای تریسا قابل قبول نبود و بالاخره تصمیم گرفت که فرزندش را به آیله دیگر به فرزندخانی دهد.
او برای گریز از این واقعیت تلخ به مواد نشه‌آور و نوشاکی‌های اسپریتی وابسته شد. بعد از چند با جوانی دیگری نامزد شد و صاحب پسر شد. او میگفت که از گذشته‌اش پشیمان است و اگر پسری اولش بخواهد آنها همدیگر را خواهند دید. شماره 1 مادری ناشناس. یک دختری 10 ساله ناشناس در هندوستان دائمو از درد شکم به پدر و مادرش شکایت میکرده است. وقتی والدینش او را به بیمارخانه بردند، در کمال ناباوری فهمیدند که دخترشان 30 هفته نه باردار است. آنها از سودی عالی اجازت خواستند تا کودک را ابورت کنند، اما در هندوستان بعد هفته 20 حامله‌داری گرفتن نوزاد غیر قانونی بود و درخواست آنها رد کرده شد. در نتیجه کودک با راه جراحی برش قیصری به دنیا آمد و پدر و مادر دختر تصمیم گرفتند که کودک را به فرزندخوانی به یک آیله دیگر دهند. عجیب است آن است که این پدر و مادر از اول به دختر نگفتند که او حامله دار است، بلکه گفتند که در شکمش کیسته بوده است و دختران آن را با راه جراحی گرفتند. از این قصه ها معلوم می شود که ما پدر و مادران باید فرزندانمون را از موضوع های جنسی آگاه کرده، اطلاعات لازمه را با راه های مناسب به آنها برسانیم تا به راه های نادرست نروند. نظرات خود را در کامنتاری درباره این موضوع نویسید. روز و روزگارتان خوش.